همونطور که ببینید توی شهر سالوادور هستیم، شدت داره بارون میاد. سلام، حال شما؟ خسته نباشید. شما خوبه؟ سلام. اوی ایرانی هست؟ آره آره. حال تو خوبه؟ خسته نباشی. ایشالا موفقیت ایران. ایشالا. دعامت کنیم. ایشالا. چرا اینجوری شد؟ نمیدونم. اینجا همیشه همش همجوریه. یه لحظه خوبه یه روز خوبه. میشه برخلاف دو گل. سه گل. سه تا ایشالا. ما امید آقای ما به زمان. دعا کنید. آقا خدا کمک کنید. ببینیم تو 16 تا. انشالا. حساس‌ترین بازی‌های تاریخ فوتبال کشورمون رو تماشا کنن. بازی تیم ملی فوتبال کشورمون در برابر بوسنی و هرزگوین، بازی که در سالوادور برزیل برگزار میشه. ما خیلی دوست داشتیم صدای مزدک میرزایی رو به شکل مطلوب دریافت میکردیم و مزدک از برزیل گزارش میکرد. بود ضربه سر مهرداد پولادی، گوشه زمین بازیکن ایران توپ در اختیار دارن. توپ اشکانو یه لحظه میزنه مقدمه بازیکن ما در محوطه جریمه. این یکی دیگه پنالتی نبود. به این مسابقه حتما خبر رو میرسه و اونجا میدونن که تیم آرژانتین به گل رسید. این ضربه که فکر کنم خورد به دست علیرضا حقیقی. مسعود شجاعی پژمان رو دستش میبینه که داره حرکت میکنه برای اشکان دژگر، پاسش خیلی خوب نبود. دوباره خود مسعود توپش لو میره. این زده حمله تا نباید توپ راحت از دست بدیم که اینجوری فرصت زده حمله بدیم به تیم بوسنی. مقطع بازیکن این تیم هست پشت محوطه در درون دروازه قرار میگیره. مسعود شجاعی، من نمیگم اونو نذار تو، فقط شجاعیه آقا، نذارش تو اونو. تیموریان دقیقه 24ام بازی، یه گل شاید ما رو کاملا به لحاظ روحی هم تغییر خواهد داد. یعنی که قشنگ بازی کنه ما در موقع بده دروازه، چقدر خوب کار کردی. موقعیت وقتی که تیر میخوای باید گل بشه، نشد. چقدر ما بدشانس این تیر هم تو دون نمیره. بازم نرم کارا برای خود احسان حسینی محکم تو میزنه مدافع یک برخورد میکنه. حالا اشکان دژاگه سات بلند و روی دروازه از قدرت سرزنی میتونیم استفاده کنیم.
بازم آفساید بود و بگویی چونجی گرفت توپه رضا قوچان نژاده. تغییر میده کم کارش سخت میشه. مرزوش عقب تر کار کنه با سه جلال. خود سه جلال حسینی، سه جلال حسینی یه جمع اشتباهی کرد سه جلال. حالا موقعیت بازی کار این تیم بوسنی، موقعیت به بازی کار این تیم و گل دوم. اون اینه که این بازیکن بوستی خیلی راحت دارن بازی میکنه. آن دو اومد اشکان ما پیریم، ما امروز نشون دادیم که فوتبال ما فوتبال پیریه، نمیتونن ببرن. سعی میکنه آروم کنه آن دو. تیموریان اومد خطا که فکر میخواست به آن دو کارت بده داور سر اون. تیمی که بازیکناش 4-5 کیلومتر دویدن نهایتاً به 9 کیلومتر رسیده نمیتونه با بازیکنایی که 13-12 کیلومتر میدون مقابله کنه. آن دو رو فرا میخونه آقای ولاسکو کاربایو. آن دو باید توپ دروازه بفرسته. ضربه اول از بازیکن بوسنی دوباره مهرداد پولادی. ساعتش این با کوتاه هست دمدم نباید بدیم. یه اشتباه اونجا حرکت جلال میکنه توی دروازه موقعیت و توی دروازه گل به تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. ببینیم میتونی یه بازگشت رویایی داشته باشیم به تورنمنت یا خیر. رویا کیشه است حکم بازی کنه بوسنی چقدر خطرناکه. موقعیت بازی کنه این تیم هست و گل سوم.
ببینیم. هیچ وقت تو زندگی میگم ناراحت نشده بودم خدا وکیلی. هزینه و برنامه ریزی میکنن نانه یک کیروش رو بردی هزار تا گیر بهش میدن نمیشه میشه این بازی نشون داد فوتبال جنگه. ما امروز حریف رو دست کم گرفتیم. ما توی جنگه جنگ. ما امروز خوب نجنگیدیم. حریف رو دست کم گرفتیم، تلاش کردیم ولی Iran is so much better than Bosnia. Iran in the final of the Cup of World. I really, really want Iran. شما موافقین که سعی خودشون رو کردن بچه ها؟ توی این بازی فکر نمی کنم. توی این بازی کم تلاش کردم. واقعا کم تلاش کردم. بهتر از این هم میتونستم. از نظر احساسات و عواطف ملت ایران همه احساس میکردن که صعود میکنیم و ما به این یقین رسیده بودیم، اما خب یه بحث فنی رو بخوایم بهش نگاه بکنیم، عملکرد ایران رو، ما رو کار تاکتیک دفاعی خیلی کار کرده بودیم. عملا تو دوتا بازی که با تاکتیک دفاعی تو بازی رفتیم، شکل تیممون و اون شرایط بازی به نفع ما رقم خورد. دیدین که فوتبال عالی رو ارائه دادیم، اما امروز که نیاز به تاکتیک هجومی داشتیم و جایی که ضعف فوتبال ایرانه، ما هنوز نتونستیم بعد از علی دایی فوروارد تمام کننده داشته باشیم. با تمام احترامی که برای آقای قوچان نژاد قائل هستم، ولی من فکر میکنم که زمانی که به جلو میخواستیم حمله بکنیم، کاملا شیرازه تیم از هم میپاشید و در نهایت همین شد که دیدیم.